ایران مدت هاست از مرحله ذکر مصیبت و حرف زدن درباره فساد و خیانت و جنایت جمهوری اسلامی و زمامدارانش گذر کرده و به دوران تثبیت ایده ها و مسیر و اهدافی رسیده که خود جامعه در تحرکات اعتراضی خود دست کم از سال 1388 با صدای بلند فریاد زده است. یکی از شاخص‌ترین ایده ها که به شکل شعار در همان سال سرداده شد و رژیم را چنان نگران ساخت که برخی با دروغ به تحریف آن پرداختند، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران بود. این شعار حامل هم مخالفت صریح با سیاست‌های جمهوری اسلامی و هم دفاع از منافع ملی است که با اعلام خود آزادی و حق اعتراض به حکومت را نیز به نمایش می‌گذارد. اکنون در دومین سالگرد گسترده‌ترین و صریح‌ترین اعتراضات آزادی‌خواهانه ایرانیان که قتل حکومتی مهسا امینی جرقه‌ای بود که آتش زیر خاکستر آن را شعله ور ساخت، خواست‌ها و صف‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی روشن‌تر از همیشه است. همانطور که حکومت اسلامی به رهبری خمینی یک ایده مشخص داشت که با تکیه بر همان با هر راه و روشی از جمله ترور و جنایت و اعدام و دروغ توانست آن را با پشتیبانی خارجی و برخی جریانات سیاسی خود ایران در آن دوران به قدرت برساند و تثبیت کند، حکومت ایران آینده نیز یک ایده مشخص دارد که برعکس 57 نه از رسوبات فکری و گلولای سمج قرون وسطایی در جامعه که مشروطه و پهلوی نتوانستند آنها را لای روبی کنند، بلکه از مدرن‌ترین اندیشه ها و تمایلات قرن 21 سرچشمه می گیرد. آنچه این خیزش آزادی خواهانه را رهبری می کند، مشابه انقلاب مشروطه بیش از همه ایده است. هیچ رهبری عینی بدون ایده و ذهن شکل نمی گیرد. ایده است که حاملان خود را پیدا می کند و رهبری عینی را با آنها می سپارد. همانطور که در سال 57 ایده ارتجاعی اسلام سیاسی در برابر مشروطه و پهلوی مرتجع ترین فرد را نیز برای رهبری خود یافت تا به غرب ارائه و به زیر درخت سیب در حومه پاریس منتقل شود. اکنون اما جهان بسیار تغییر کرده و غرب نیز که خود با بنیادگرایی اسلامی در معرض تهدید قرار گرفته، به دنبال دفع این ایده و حاملانش و تقویت ایده های ملی و دموکراتیک در مرزهای خود است. اما این کار بدون خشکاندن سرچشمه اسلام سیاسی سلطه‌جو و تروریست پرور در خاورمیانه که مرکز ثقل آن 57 و جمهوری اسلامی است امکان ندارد. ایرانیان برای این جابجایی میبایست آماده باشند، چرا که هم از ایده و هم از حاملان این ایده که بتوانند آن را رهبری کنند برخوردارند. تلاش های مذبوحانه برای رهبرسازی در زندان و خارج کشور نیز با وجود شعارهای تند علیه جمهوری اسلامی به دلیل نداشتن ایده‌ای که فراتر از حکومت فعلی باشد تا کنون ناکام ماندند. تأکید بر ایده از این نظر مهم است که ایده میتواند رهبر و یا رهبران را باز تولید کند، اما رهبر بدون توجه کافی به ایده ضربه پذیر است. آنچه از شعارهای اعتراضی ایرانیان در 15 سال گذشته شنیده می شود، صرف نظر از ظرف و شکل نظام سیاسی، محتوا و ایده آزادی و دموکراسی، ملی‌گرایی و تعهد به منافع ملی و همزیستی با کشورهای منطقه و جهان است که خود را به برخی جریانهای سیاسی نیز تحمیل کرده و سبب چرخش دست کم لفظی آنها به سوی ایده ملی‌گرایی شده است. آنها اما میبایست در نهایت تکلیف خود را با رهبری این ایده، یعنی پهلوی، نیز تعیین کنند، وگرنه جامعه آنها را نیز مانند جمهوری اسلامی پشت سر خواهد گذاشت.